سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه، روزتون بخیر. اول اینکه من اومدم، قشنگ گوش کن. من اومدم انرژی گرمایی رو توی کانال برات توضیح دادم. الانم اینجا میخوام یه دوره کوتاه انجام بدم برات. یه دوره خیلی کوتاه. قشنگ گوش کن. خب. اول اینکه انرژی گرمایی که من با کیو نشونش میدم، سه تا کار توی فیزیک دهم برای من انجام میده. سه تا کار. یکی از کارهایی که انجام میده انبساط گرماییه. خب من اومدم اینجا فرمول های ساده انبساط گرمایی، تو خود میدونی هر کدوم از اینا سه حالت دیگه هم داره دیگه، یعنی هر کدوم سه حالت دیگه داره. من حالت کلی نوشتم. خب مثلا انبساط طولی رو من اومدم درس دادم، گفتم گرما باعث انبساط طولی در اجسام رسانه میشه، اجسام جامد میشه، و انبساط سطحی، انبساط حجمی، انبساط حجمی مایع رو بررسی کردم که دوتا بتایی که میبینی یکی مال مایع است یکی مال ظرفه. خب که در حقیقت به شرط این که حجم اولیه و تغییر دما یکسان داشته باشن که حتما هم اینطوریه. و چگالی، این چیزی بود که من در مورد انبساط گرمایی درس دادم، یه نگاهی به چیزی که میخوام روز در حقیقت انجام بدم. بعد اومدم توی در حقیقت تو کانال دوباره اینو بررسی کردم که تغییر دما، اگر گرمایی که من به جسم میدم منجر به تغییر دما بشه، بچه‌ها میدونن که اومدیم از QMC دلتا تتا یا MC دلتا تی استفاده کردیم. علتش این بود که بچه‌ها دیگه الان کلت رو از پنجره بکنی بیرون داد بزنی بگی دلتا تتا، میگه دلتا تتا با دلتا تی برابره، یعنی تغییر دمای سلسیوس با تغییر دمای کلوین با هم برابره. درست شد؟ خیلی ساده. بعد این سیه رو ما اسم این سیه رو گفتیم ظرفیت گرمایی ویژه. ویژه در فیزیک یعنی یک، یعنی مقدار گرمایی که به یک کیلوگرم جسم میدیم یا میگیریم تا دماش یه درجه سلسیوس یا یک کلوین تغییر بکنه، که میتونستی از کمیتی مثل آ هم استفاده بکنی. تو کتاب با سی بزرگ نشون داده، من دوست دارم با آ نشون بدم چون سی کوچیک سی بزرگ خیلی شبیه هم خواهم بود. پس بنابراین آ رو گفتم ظرفیت گرمایی. ظرفیت گرمایی مقدار گرمای لازم برای تغییر دمای ام کیلوگرم از یک جسمه، یعنی که من به جای ام سی برداشتم آ گذاشتم. درست شد؟ پس من به جای ام سی آ رو گذاشتم. این نکته ای که اینجاست. ببینم بچه چت میکنی یا نه. خب عزیز من چت نکنیم. خانم آجو لطف کنید چت رو ببندید. مرسی. حالا دقت کن، پس آ رو گفتم ظرفیت گرمایی که همون چیه؟ همون MC. بعد اومدم توی یکی از تستا برای تو بررسی کردم، تست سراسری 96 بود که میگفت جرم جسمی رو نصف بکنی چی میشه. من گفتم اگر جرم جسمی رو نصف بکنی ظرفیت گرمایی ویژه تغییری نمیکنه، اما ظرفیت گرمایی تغییر میکنه چون ظرفیت گرمایی به M مربوطه، ولی ظرفیت گرمایی ویژه به جنس مربوطه، ربطی ارتباطی به جرم جسم نداره. بعد اومدیم آنچه گذشت دیگه، بعد اومدیم گفتیم که توان گرمایی میشه کیو به روی تی، یعنی میشه انرژی گرمایی به روی زمان. چون اون موقع داشتیم انرژی گرمایی رو برای تغییر دما صحبت میکردیم، به جای کیو گذاشتیم MC دلتا تتا یا آ دلتا تتا. یاد باشه تو از اونهای جدید که حالا بعداً سوالشو حل میکنم میتونه چند تا کیو داشته باشه، یعنی کیو تغییر حالت، کیو تغییر دما، چند تا کیو تغییر حالت و تغییر دما داشته باشه. چند تا کیو رو همجوری پشت سر هم بچینیم که امروز من چند تا تکنیک به تو یاد میدم، تکنیک فوق‌العاده برای حل سوال. یعنی من هر دفعه دست میکنم جیبم یه سری نکات رو برات بیرون میارم که ببینید، یه چشمای ریزی برای حل سوال. آقا نه اینکه تو یه سوال فقط جواب بده، تو سوالایی که من میگم و تو کنکور استفاده میشه، یعنی حجم بزرگی از سوالا رو بتونی باهاش حل بکنی. نه اینکه بگم اگه اینجوری شد این کار کن، نه همچین خبری نیست، چون میدونی این فصل پر از تکنیکاییه که هیچ کاربردی نداره، یعنی دیگه منسوخ شده مال قبل از 93. مثلا میز پولی پولا رو برید آدما بیاین، اینم الکیه، باهاش نمیتونی تست 97 98 حل بکنی. خب حالا پس اینم بررسی کردیم اومدیم اینجا. اما اون چیزی که من امروز اومدم راجعش صحبت بکنم این قسمت توضیح دادم، خب ولی میخوام الان دیگه انجامش شروع بکنم. بچه‌ها میدونن تغییر حالت، یه نکته فوق العاده نوشتم، خیلی مهمه این نکته، یعنی فوق العاده مهم نوشتم، در هنگام تغییر حالت تغییر دما نداریم.
یعنی من میتونم اینو حتی هایلایتش بکنم چون فوق‌العاده است برای من. نگاه کن، قشنگ گوش کن، نوشتم که در هنگام نگاه تغییر حالت ما تغییر دما نداریم. خیلی مهمه، یعنی اینکه یخ صفر، آب صفر، صفر صفر، آب صد، بخار صد. نگاه، یعنی موقعی که داره جسم تغییر حالت میده دیگه وقت اینو نداره که انرژی جنبشی ذرات عوض بشه، یعنی وقت تغییر دمای خودشو نداره، چون دما یعنی میانگین، یا در حقیقت بگم راحت تر، آره همون میانگین انرژی جنبشی، درست شد؟ پس نگاه کن وقتی که داره حالتش عوض میشه دیگه دما ثابته. آقا کدوم دما ثابته؟ نقطه ذوب، نقطه جوش، نقطه انجماد، نقطه میعان، درست؟ یعنی وقتی که من میگم نقطه ذوب یخ 0 درجه است، این همون دمایی که باید ثابت بمونه، اون دمایی که باید ثابت بمونه پس همونه. پس نگاه کن تغییر دما نداریم، یعنی تو این حالت دلتا تتا، دلتا تی، همه اینا چندن؟ همه اینا صفرن. پس گرمایی که میدن به چی تبدیل میشه؟ صرف چه کاری میشه؟ گرمایی که میدی صرف پیوستن در حقیقت پیوندا میشه، یا در حقیقت گسستن و سوت شدن پیوندا میشه. من خودم در اصطلاح بهش میگم اگر به جسمی گرما بدهیم و انرژی جنبشی آن تغییر کند میشه تغییر دما. اگر به جسمی گرما بدهیم حالتش عوض شه میشه تغییر انرژی پتانسیل. من اینو دارم بهت میگم تو ذهنت بمونه. آقا بعضی از فرایندها گرما میگیرن، مثلا من به تو گفتم اگر دلتا تتای تو مثبت بود یعنی جسم شما داره گرما میگیره، داریم بهش گرما میدیم، دماش میره بالا، دلتا تتا رفت بالا. وقتی گرما از دست میده کیوش منفیه، دلتا تتاش منفیه. آقا اینجا که دلتا تتا نداریم چجوری حلش کنیم؟ نگاه کن اصلا مهم نیست، دلتا تتا اینجا صفره، ما با کیو کار میکنیم. فرایندهایی مثل ذوب، مثل تبخیر، مثل تسعید گرما میگیرن، گرما ما بهشون میدیم تا این فرایندها شکل بگیره. میخوام بگم کیوشون مثبته، کیو مثبت یعنی جسم انرژی داره میگیره، کیو منفی داره انرژی از دست میده. نگاه 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 نگاه، گرما میدهد، گرما از دست میدهد. آقا ما اینا رو بلدی بچه، بعد تا آخر وایسی. خیلی نکته مونده، نکات جذاب حل تست. من که نمیتونم یوشی روزم تو وسط تست، یا الان بگم آقا بیا انتقال گرما بریم جلو، صبر کن. گرما پس میدهد، نگاه، انجماد، میعان، چگالش، درست؟ اینا چیزایی که گرما از دست میده، یعنی یک ماده گرما از دست میده منجمد میشه، یک گاز گرما از دست میده میعان اتفاق میفته. ولی خوشبختانه، خوشبختانه چگالش و تسعید تو کتاب زیاد مطرح نمیشه، حتی میعان هم یه جورای کوچولو کوچولو تو بعضی از سالات استفاده میشه. یعنی شما چیزی که تو کنکور میاد 90% انجماد، ذوب و تبخیره. نمیگم میعان نیستا، میعان هم هست، کوچولوه، انگار کسی ازش خوشش نمیاد، درست شد؟ پس من میخوام راجع به اینا صحبت بکنم. اما بریم پایین، بریم پایین، بریم پایین. سوالتو نگهدار، سوالتو نگهدار، به من نگو سوال و فلان اینا. ببین من یه چیز اینجا نوشتم، من پارسال اینو تو جزوه تست نکتم گذاشتم، بچه ها میتونن برام ببینن، و عیناً یکی از جملاتی که الان دارم بهت میگم در کنکور 98 استفاده شد. آقا متن کتاب ها، ولی تو حوصله خوندن متن کتابو نداری انگار. پس من برداشتم همین نکاتو نوشتم اینجا. من نمیگم کیو مثبت منفی ام ال اف، من باید صبر بکنم نکاتشو یاد بگیرم. اول یه چیزی اینجا یاد بدم که به نظرم اکثریتتون نمیدونستید، بریم ببینید با هم یه چیزی یاد بگیریم. نوشتم که نگاه تغییر حالت، نوشتم انرژی گرمایی که به جسم میدیم یا ازش گرفته میشه دیگه صرف تغییر انرژی جنبشیش نمیشه که دماشو عوض کنه، بلکه صرف سوس شدن پیوندها میشه یا محکم شدنش میشه. برای همینه که دلتا تتا صفره، برای همینه ما تغییر دما نداریم، درست شد؟ حالا آقا میخوای ذوب رو توضیح بدی، میشه همه یه نکاتش رو من بگی؟ همش، یعنی همش تو همین کادر باشه، همش رو ما یاد بگیریم؟ میگم بله. نگاه قشنگ گوش کن، قشنگ حواست به من باشه، میخوام ذوب رو هم چک بکنیم، ببینیم ذوب چقدر نکته داره. آیا مدرس همه رو من گفته؟ بریم ببینیم. آقا نگاه کن، نگاه کن، قشنگ گوش کن. نوشتم که اول خب خیلی ساده تغییر حالت، تغییر حالت جامد مایع رو میگیم ذوب. این که بچه بلده، خیلی آسونه.
نگاه نوشتم وقتی دمای یک جامد خالص و بلوری. آقا این چیه؟ معلم ما گفته هر چقدر وقتی گرما بدی ذوب میشه دیگه، هر وقت گرما بدی در حقیقت تغییر حالت میده. نه آقا، چرا میگی جامد خاص و بلوری؟ این پایین بهت یاد میدم، الان این پایین بهت میگم، من تا این جلو هم میتونم از بهت بگم. ببین این جامد خالص و بلوری یه نکته ای دارن، نقطه ذوب دارن، نقطه ذوب مشخصی دارن. مثلا یک فلز رو تو ذهن تجسم کن، فلز مثلا 50 درجه، میگم نقطه ذوبش مثال میزنم 200 درجه، یعنی بهش گرما بده دماش برو بالا برس به 200. وقتی به نقطه ذوب رسیدی، حالا هر چقدر گرما بده دیگه دماش چیه؟ ثابته. انرژی گرمای تو صرف چی میشه؟ صرف تغییر حالتش میشه. جامدهای بلوری و خالص مثل یخ نقطه ذوب مشخصی دارن، ولی یه چیزی مثل قیر، من دارم بررسی میکنم، مثل قیر وقتی بهش گرم میدی در یک محدوده تغییر حالت میده. مثلا میگه مثلا دمای 120 تا 170 تغییر حالت میده. ما راجع به اونا صحبت نمی کنیم، خیلی هم خوشحال هستیم. نمیشم خالص و بلورین که به نقطه ذوب میرسه، وقتی شروع به ذوب شدن در حقیقت کرد، اتفاقی که میفته دماش دیگه تغییری نمیکنه. اگر تو میخوای ذوب خوب یاد بگیری، خوب و عالی یاد بگیری، بعد نکاتشو بلد باشی، همه رو گسترده. نکته یک رو قشنگ گوش کن. ببین طراح از همین تو 98 استفاده کرد، نیامد گفت کیو مساوی ام ال اف جایگذاری کن به دست بیار، از نکته ای که اینجا استفاده کرد. بریم ببینیم، عمل ذوب گرماگیر است. بله میدونستی گرم میداد. بعد نوشتم امکان نداره جسم جامد بدون دریافت گرما ذوب بشه. خب اینم من میدونم دیگه، جسم جامد باید بهش گرما بدم به نقطه ذوب برسه، شروع کنه به ذوب شدن. نگاه نوشتم یک جسم جامد در فشار ثابت، فشار پس اینجا مهمه، سراسر 98 همینو میگفت، در دمای معینی به نام نقطه ذوب شروع به ذوب شدن میکنه. پس نقطه ذوب برای ما مهمه در فشار ثابت. آخه میدونی جدیدن در کنکور سراسری سوالایی میاد اینجوری، چند گزینه درست است؟ همین در فشار ثابت برای من خیلی مهمه. پس ببین یک جسم جامد در فشار ثابت نقطه ذوب مشخصی داره که تو نقطه ذوب شروع میکنه به ذوب شدن. نکته اینه که حالا بعد اینو نوشته بودم، دوباره نوشتم اینجا، نوشتم در تمام مدت ذوب دما ثابته. آفرین، میدونم دما ثابته. مثلا یخ صفر، آب صفر، مثلا فلز 150، مایع اون فلز 150. حالا میگه انرژی که بهش میدی دیگه صرف تغییر انرژی جنبشیش نشد، صرف چی شد؟ انرژی پتانسیلش شد. برای همینه که دما ثابته، چون انرژی جنبشیش ثابته. حالا آقا این جزوه کجاست؟ این جزوه رو گذاشتم تو کانال دیگه، حالا کانال هدفم گذاشته، بعد شما اونجا قطعا میبینیش و تفاوتاشو نگاه کن. آقا چیزی که به تو درسن، چیزی که من دارم بهت یاد میدم. آقا نگاه اینجا، نکن نکته رو نگاه کن، اینهاش قرمزش کردم. خب توی تست نکته هم برای بچه قرمزش کردم، خب بعد میخونده دیگه. نگاه کن یاکن چی میگه؟ افزایش فشار بر جسم جامد باعث بالا رفتن عکس، نکن مهمه، نگاه، افزایش فشار بر جسم جامد، این فشار که زیاد میکنی، فشار هوای اطرافش که زیاد میشه، باعث بالا رفتن نقطه ذوب میشه. آیا همیشه؟ ببینم گفته همیشه، ببینم گفته نمیشه اکثر، یعنی بعضیش اینجوری نیست. چیه؟ مثل چیه؟ یخ. پس یخ اینجوری نیست، استثناست. نقره، چدن، بیسموت، یعنی این سه تا، این چهار تا استثناءن. کی گفت برو بذار تو ام ال اف؟ کی گفته؟ تو باید نکتهش رو یاد بگیری. افزایش فشار باعث چی شد؟ بالا رفتن نقطه ذوب شد. یعنی چی؟ یعنی اگه قراره توی 70 درجه ذوب بشه، حالا تو 80 درجه ذوب میشه، فشار که زیاد کنی. اگه قراره تو 100 درجه ذوب بشه، مثلا توی 120 درجه ذوب میشه. بجز یخ، نقره، چدن، بیسموت، این چهار تا رو بلد باش، چیزی که من بهت میگم. آقا ناخالصی چی؟ مثلا اگر که یه ماده داخلش باشه اضافه، چون من نوشتم یه ماده، نگاه نوشتم یه ماده خالص
اینجا چی میگه؟ ناخالصی. آقا داره فیزیک دهم درس میدی؟ بله. اینا کجا بود؟ اینا چیزایی که تو کنکور اومده. نگاه کن، ناخالصی باعث پایین رفتن میشه. ناخالصی پایین رفتن نقطه ذوب میشه. میبینی؟ نقطه ذوبو میاره پایین. چقدر خفن. آقا نگاه، یه چیز دیگه هم اینجا نوشتم خیلی مهمه، به شدت مهم. نگاه، فرایند ذوب منجر به افزایش حجم میشه. بجز اه بجز یخ نقره شدن 20. دیدی؟ دیدی؟ من صفحه به صفحه که رفتم جلو، چت رو باز میکنم، سوال تو بپرس. فعلا نه، فعلا نه. خب آقا من ذوبو، یعنی اگه این کادر رو بخونم نکات تشریحی ذوبو یاد گرفتم، بله. تو کنکور میاد، بله. امتحان مدرسه، بله. نگاه کن، نگاه کن، حالا نگاه کن. پس آقا وایسا من ببینم، افزایش فشار، بالا رفتن نقطه ذوب، ناخالصی پایین رفتن نقطه ذوب، و اینجا ذوب افزایش حجم داره بجز 4 تاست. چیه؟ یخ نقره شدن 20. چقدر خفنه. بعد اومدم اینجا چند تا سوال جواب میدم. نگاه کن، چند تا سوال جواب بدم، بعد سوالاتی که در اینجا نوشتم. نگاه کن، نگاه کن، نگاه کن، نگاه کن. دو تا سوال خوب پرسیدم که حالا سوال بچه‌هام هست، تا اینجا ببینیم چیه. نمیشه چرا میگی جامد بلورین؟ چرا نوشتی ذوبی که داری بررسی میکنی در یک جامد بلورینه؟ مگه جامد دیگه ذوب نمیشن؟ نگاه جواب من، نگاه کن جواب، جواب شجاعی، نگاه کن شجاعی چی میگه. نوشته ذوب میشن اما نقطه ذوب مشخصی ندارن. مثلا شیش و بی رو دارم مثال میزنم، وقتی بهش گرم میدی نقطه، تو نمیتونی بگی در 70 درجه مثلا ذوب بشه، میشه مثلا یه محدوده است. یه چیزی نوشتم، نگاه، نوشتم که وقتی ذوب میشن خمیری میشن در گستره‌ای از دما ذوب میشن. اینجا نگاه کن، باش کاری ندارم. آقا خیالتو راحت کنم، اون چیزی که در کنکور مطرح میشه جامدهای بلورینی هستن که نقطه ذوب مشخص دارن، نقطه ذوب مشخص. حالا یه سوال دیگه نوشتیم که اگه به یه جسم گرما بدیم همش ذوب میشه؟ همه یهو مثلا من 2 کیلو یخ دارم، گرما بهش بدن همش رو ذوب کردم؟ میگم نه بابا، اینجور خبرها نیست. آقا اگه ما کیو داشتیم MC دلتا تتا، جرمش 5 کیلو بود، وقتی بهش گرما میدادیم دمای 5 کیلوش بالا یا پایین میرفت. اینجا هم همین میگم نه. ببین نگاه نوشتم، آیا تمامش ذوب میشه؟ نه، بر حسب گرمایی که بهش میدی کم کم آهسته آهسته. ببین یا کن، کم کم ذوب میشه. آقا میگه من 2 کیلو یخم، 2 کیلو یخ، مثال دارم میزنم، من 10,000 جول گرما میخوام تا کلن ذوب شم. خب عزیز من، شما 2,000 جول گرما بهش بدی در نقطه ذوبش، همشو نتونستی ذوب کنی، بخشیشو ذوب کردی. پس من انگار راجع بخشی دارم صحبت میکنم، من دارم ذوب رو توضیح میدم با تمام نکات ممکنش. بریم ببینیم اگه سوال داریم بچه ها بپرسیم. بله. ببین نگاه کن، قشنگ نگاه کن این صفحه که من برای درست کردم. ببین من راجع به یه موضوع دارم صحبت میکنم در فیزیک دهم. قشنگ گوش کن، در فیزیک دهم اول بیا یه چیزی رو برات تعریف کنیم. ببین من سی رو برات تعریف کردم، ظرفیت گرمای ویژه. باش، آ رو برات تعریف کردم، ظرفیت گرمایی. حالا میخوام دو تا کمیت رو برات تعریف کنم، خیلی مهمه. آقا من یه سوال دارم، مقدار گرمایی که به 1 کیلوگرم جسم میدی تا ذوب شه برای همه مواد یکسانه؟ یعنی همشون یکی هن؟ نخه. بچه بیدار شو از خواب، دوباره دراز کشید، بلند شو شما. بله شما بلند شو، درست شد. حالا آقا گرمای نهان ویژه، آقا این چیه؟ چقدر طولانیه. آقا چرا نهان؟ چرا نهان؟ به خاطر اینکه وقتی که داری بهش گرما میدی تا ذوب بشه دماش ثابته، پس دماسنج تغییری رو نشون نمیده. چون دماسنج تغییر دمایی رو نشون نمیده بهش میگن نهان. چرا ویژه؟ ویژه یعنی یک. نگاه 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 نگاه، مقدار گرمایی که باید به 1 کیلوگرم، مقدار گرمایی که باید به 1 کیلوگرم از جسم جامد بدیم تا در نقطه ذوبش کاملا ذوب شه. آقا این که گفتی من نفهمیدم یعنی چی. مثلا LF برای آب 336,000، یعنی چی؟ یعنی تو باید
336,000 ژول گرما به 1 کیلوگرم یخ بدی تا کلن زبش. اگه 2 کیلو بود چی؟ 2 برابرش. 3 کیلو بود چی؟ 3 برابرش. آقا الفو بگو من نفهمیدم. همین که تو خونه هستی باید نره بکشی، یعنی باید صداتو همه بشنون. نگاه نگاه نگاه، مقدار گرمایی که به 1 کیلوگرم میدیم همیشه نه 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 در نقطه زوبش تا کاملا زوب بشه. خیلی مهم بود، فوق‌العاده بود. پس یه بار دیگه نگاه کن، این گرمایی ویژه ذوب یا نهان ذوب، نهان به خاطر این بود که تغییر دما نداره، پنهانیه و ذوبه دیگه، داره ذوب میشه. اصلا اسمی که اینجا گذاشته یعنی فیوژن ذوب. خب آقا اگه 2 کیلو بود، 3 کیلو بود، 4 کیلو، 10 کیلو، 1000 کیلو بود چی؟ میگم پس من تعریف میکنم گرمای نهان ذوب رو، یعنی چی؟ مقدار گرمایی که حالا به ان کیلوگرم، این مال 1 کیلو بود، این مال 1 کیلو. خب معلومه این رابطه رو با هم دارن، مگه غیر از این میتونه باشه؟ یعنی نگاه، این گرمای لازم برای ذوب 1 کیلوه، این گرمای لازم برای ذوب 1 کیلو. به این میگن گرمای نه، به این، به این چی میگن؟ میگن گرمای نهان ویژه ذوب. به این میگن گرمای نهان ذوب، ویژه نداشت، ویژه یعنی چی؟ 1. پس این مال 1 کیلوگرمه، این مال چیه؟ 1 کیلوگرمه. پس با هم فرق میکنه. آقا این امه چیه؟ بریم اینجا ببینیم. ببین یک اینجا رو من فرض کن یک مقداری یخ دارم، میخوام ذوبش کنم، چقدر دارم؟ ام. این کل جرمشه، کل جرمشه انقدر. درست رو تا اینجا نگرش دار. آقا من میخوام بهش گرما بدم، کجا بدم؟ در نقطه ذوبش. گرما دادم، دماش رفته بالا، رفته بالا، رفته رسته به نقطه ذوبش. گرما بدم فقط انقدرش ذوب شده، من فقط با جرمی کار دارم که داره ذوب میشه، داره تغییر حالت میده، من با کلش کار ندارم که. آقا اگه کلش ذوب شد کلشو بذار. پس نگاه کن، پس نگاه کن، ام کل جرمشه، من تو این رابطه باید جرمی، جرمی که چی؟ جرمی که ذوب میشود. آقا اینی که تو داری میگی خیلی آسونه، من اینو معلمم در پیش دبستانی گفته. بچه سب کن، نکاتش الان میاد. نگاه کن، نگاه کن، جرمی که ذوب میشه رو بذار، شکل نگاه کن، واضحه، واضحه، کلش جرمی که ذوب میشه بذار تو فرمول. الف مقدار گرمایی داده شده برای ذوب 1 کیلو، کیو مقدار گرمایی لازم برای ذوب 1 کیلو. پس ام تا الف میشه کیو. درست شد؟ حالا حالا اگر جسمی پس به نقطه ذوبش رسید، خواست ذوب بشه، ام ال اف تموم. درست؟ ام سی دلتا تتا پچی. بچه اون مال تغییر چیه؟ مال تغییر دماست. بریم جلو، بریم جلو، برو جلو. آقا آقا برو جلو، حرکت کن. نگاه 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 نگاه. آقا اینجا نگاه کن، فرایند بعدی، فرایند رو نگاه کن. آقا انجمادم تو ببین، ای بابا انجماد که چیه؟ عکس ذوبه. انجماد عکس ذوبه. نگاه، بریم نکاتشو با هم خط کشی کنیم، خط خطی کنیم، یه ذره اینجا کثیف کاری کنیم. تبدیل مایع به جامد. باش، پس انجماد میشه تبدیل مایع به جامد. ببینم مایع به جامد، بله درست گفت. خب برای بررسی نکاتو نگاه کن. نوشتم فرایند انجماد یه فرایند گرمازاست. یعنی چی؟ یعنی باید از جسم، از مایعه گرما بگیری تا همیشه منجمد بشه. نه، باید به نقطه انجمادش برسه، به نقطه انجماد برسه، به جامد تبدیل بشه. نوشتم عمل انجماد وارون عمل ذوبه، وارونشه. اوکی، یعنی چی؟ یعنی چی؟ خیلی مهمه آقا. آقا اینو بگو، خیلی مهمه. نگاه، یعنی گرمای نهان ویژه انجماد و ذوب یکیه. نفهمیدم الان میگه نفهمیدم هیچ. نه اینجوری نیست، قشنگ گوش کن. یعنی مقدار گرمایی که به 1 کیلوگرم یخ بدی تا ذوب شه، همونو بگیری منجمد میشه. یعنی چی؟ یعنی الاف، الاف برای ذوب و الاف برای انجماد یکیه. اه، یعنی 336,000 ژول بر کیلوگرم. آقا واحد ژول بر کیلوگرم بود. بله، وقتی تو میگی اینجوری ام الاف، بعد واحد اینو میذاری ژول، واحد اینو میذاری کیلوگرم، خب واحد اینم میشه ژول بر کیلوگرم دیگه. یعنی الف برای ذوب انجماد یکیه. خیلی خوب، خیالم راحت شد. نگاه نکته، نگاه کن، افزودن ناخالصی به یک مایع.
مثلا یه ذره نمک بریزیم، یه ماهی بریزیم داخلش، نقطه ذوب رو پایین میاره. این مهمه برای من، افزودن ناخالصی نقطه ذوب رو پایین آورد و این خیلی برای من اهمیت داره تو حل تست. بریم جلوتر دیگه آقا، بازم بگو بریم ببینیم دیگه چیه. بریم صفحه بالا. اینجاست. ببین اینا هم بریم با هم بررسی کنیم آیا نکته دیگه ای داره. قشنگ نگاه کن، نوشتم خب من یه کیو برای تو معرفی میکنم. این کیو چیه؟ بهش میگن گرمای نهان انجماد. یعنی چی؟ مقدار گرمایی که لازمه تا ام کیلوگرم از جسمی منجمد بشه. پس این مال ام کیلوگرمه، ولی نگاه کن انرژی گرمایی که یک کیلوگرم از یک مایع از دست میده تا در نقطه انجماد بدون تغییر دما بشه تبدیل بشه به جامد تبدیل بشه، بهش میگن گرمای نهان ویژه انجماد. آقا ویژه رو دیدی؟ ویژه یعنی چی؟ یک کیلوگرم. یعنی این مال ام کیلوه، این الف مال یک کیلوه. آقا اینی که تو نوشتی میشه به هم بگی که این امه چیه؟ تو رو خدا بگو این امه چیه؟ میگم باشه، این امه چیه؟ وقتی که این صفحه تموم شد چت رو باز میکنم، عجل نکن. آقا این امه چیه؟ ام جرمیست، دقت کن، جرمیست، امه جرمیست که چی میشه؟ منجمد میشه، کل جسمیست که. ببین الان پایین تر برای توضیح میدم، مثلا منظورم اینه، بذار صفحه خالی بیارم. میخوام سریع اینجا رجم شروع کنم به حل تستاما. آقا نگاه کن این صفحه خالی بگی، آزمایش نگاه نکن. ببین نگاه کن، من یه چیزی بکشم، یه چیزی نقاشی بکشیم با هم. ببین من یه ظرف دارم، داخلش در حقیقت مایع است. چقدر مایع است؟ ام تا. پس ام کیلوگرم مایع است. خب ازش گرما میگیرم. پس ازش گرما میگیرم. ازش که گرما میگیرم یا منجمد میشه؟ نه، به نقطه انجماد میرسه. بعد شروع میکنه نمک مثلا اینجاها منجمد شدن. خب آقا من اینو میخوام، من اونجا اینه که منجمد شده رو میخوام، چون داره گرما از دست من میمیزم کیو مساوی منفی ام ال اف. آقا اونجا اف فیوژن بود، اینجا فریزینگ دیگه، درست؟ ذوب و انجماد. پس نگاه کن، من این منفی که اینجا میذارم به خاطر اینه که گرما داره از دست میده و این جرمی که داره چی میشه؟ منجمد میشه. به من چه کلشو دادی؟ من قسمتی رو میخوام که چی میشه؟ منجمد میشه. پس این بر من مهم بود. برگردیم به تست حالا برسیم. آقا وایسا برو جلو. این هم بسیار نکات اینجا نوشتم که الف بعد در حسب در حقیقت کیلوگرم، جول بر کیلوگرم باشه، در حقیقت این کیو هم بر حسب جول. اما یکی از چیزهایی که برای من فوق العاده مهمه و برای طراح هم همینه، تبخیر. یعنی میخوام بگم عاشق تبخیره. یعنی تو چشای طراح قلب میاد وقتی که میخواد راجع به تبخیر صحبت بکنه، میگه من عاشق تبخیرم. چرا؟ چون نکاتش خیلی زیاده، واقعا نکاتش زیاده. نکات مفهومیشو با هم چک کنیم با یه رنگ جذاب. بله یه رنگ جذاب انتخاب کنم، خوشتون میاد الان؟ خوبه این؟ اوکی بریم جلو. آقا خواهشان چرت نزن. ببین وقتی میام تو دوربین وحشتناک میشم، پس بهتره بلند شی یه نعره بکش. اوکی آفرین. آقا نگاه فرایند تبخیر، مایع به بخار. بله مایع به بخار. هر وقت گرم بودم یهو بخار میشه، نه چه خبر نیستا. بعد چی برسه؟ به نقطه جوش. نوشتم که به نکات توجه کن، فرایندی گرماگیره. پس تبخیر گرما میگیره. آقا این ما میدونستیم تو کوچه الان داد بزنیم یکی که گرماگیر. بله به مایع میدیم تا حالت گاز بشه. بله اینا میدونستم. اینجا نیا کن فوق العاده است. در یک مایع در فشار ثابت در دمای معینی تبخیر میشه، بهش میگن چی؟ نقطه جوش. پس نقطه جوش برای من مهمه، فوق العاده است. یعنی تو نقطه جوش شروع میکنه به تبخیر شدن. دیدی؟ عالی بود. حالا نگاه کن اینجا نگاه کن، در تمام مدت تبخیر که دما من میدونم ثابته و این دما همون نقطه جوش است، یعنی آب 100 درجه میشه چی؟ بخار 100 درجه. یعنی دما چیه؟ دما
ثابت. دمای چی بود؟ دما ثابته چیه؟ دما ثابته چی بود؟ نقطه جوشش بود. برو جلو. انرژی گرمایی که مایع دریافت میکنه باعث افزایش انرژی پتانسیلش میشه. پس یعنی که انرژی جنبشی ثابته. وقتی انرژی جنبشی ثابته یعنی چی؟ دما ثابته. کدوم دما؟ کدوم دما؟ کدومش؟ بابا چرت نزن. کدوم دما؟ دمای جوشش. اوکی. بریم پایین با خون زیرش رو میخوام خط بکشی پایینی رو. نیا کن. جمله خونیه. نگاه چی نوشتم اینجا. دقت کن. با چی بکشم؟ با همین بکشم. نیا کن. افزایش فشار بر سطح یک مایع. مثل چی؟ مثل چی؟ هوای اطرافش فشار رو زیاد کنی. مثلا از بالای یک کوی بیاری پایین. چون هرچی ارتفاع کم میشه فشار هوا چی میشه؟ زیاد میشه. باعث بالا رفتن نقطه جوش تمام مایعات میشه. پس اینجا استثنا نداشتیم. نگاه کن. افزایش فشار. به خدا اینا مهمه. یعنی من اومدم همش رو دو سه صفحه برای تو خلاصه کردم. آقا این تو کنکور یه دونه تسته. یعنی من میرم خودم میزنم دمای تعادل، آب به یخ، یخ با به بخار، همه با هم اینا رو یاد میگیرم. بعد این میاد. چرا؟ چون دانش آموز خوب نخوند. دانش آموز باید کامل بخونه. من کامل درس دادم. نگاه. پس افزایش فشار بالا رفتن ناخالصی درون مایع باعث بالا رفتن نقطه جوش میشه. یعنی به مایع خالص من گفتم ناخالص اضافه کن نقطه جوش میبره بالا. آقا اینجا چی میگه؟ یه نقطه دیگه اینجا داره میگه. نگاه. فرایند تبخیر باعث افزایش حجم میشه. یعنی که موقعی که در حقیقت بخار ایجاد شد حجمش بیشتر شد. بخار که ایجاد شد حجمش بیشتر شد. میبینه این فوق‌العاده است. این یعنی فیزیک دهم. این یعنی تغییر حالت. یعنی همه نکاتو داشته باشه. نه اینکه بگیم Q مساوی ML. بابا اونی که تو کوچه هم اندازن اول دادم. آقا وایسا. من میگم مقدار گرمایی که در نقطه جوشش به یه جسمی دم تا کلن به گاز تبدیل شد بهش میگن گرمای نهان تبخیر. یعنی کیو بهش نشون میدم، با کیو نشونش میدم. چرا اینطوریه؟ به خاطر اینکه این مقدار گرماییه که به ام کیلوگرم میدی تا تبخیر شه. اینا مال ذوب و انجمن همش اف داشت، فریزینگ فیوژن، درسته؟ ذوب و انجمن اینه که ویپره، درسته؟ مثلا بخار، حالا اون که زبانش مثلا حرفه‌ای تره میتونه مثلا بگه نه آقا اون یه چیز دیگه، نه با وی نشونش میدم، من میگم ویپر. شو جای بهتون میگه. آقا دقت کن. پس کیوه، این کیوه که من به تو گفتم، این کیو برای تبخیر ام کیلوگرمه. اما الوی گرمای لازم برای تبخیر یک کیلوگرمه. این یک کیلوگرم باید تبخیر بشه. بعد الوی بذاره خیلی زیاده، 2,256,000 تا مثلا برای آبه. آقا این ما بدبخت شدیم. چجوری سوالاشو حل کنی؟ خیلی ساده، با تکنیک بچه ظرفیت. بچه بلده. یه موقعی میدونی مثلا ما مثلا آدم بزرگا میخوایم صدامونو بچگونه میکنیم، مثلا یکی با صدای بچگونه صحبت کنه. الان تو خونه هستی امتحان کن بذار با صدای بچگونه صحبت کن. وقتی با صدای بچگونه صحبت میکنی با خودت تنها باشو، بقیه بهت میخندن میگن دیوونه شده، با زنجیر میبرن. ببین نگاه کن، وقتی که تو خونه این کار انجام میدی یاد این نکته بیفت. من به تو یاد میدم الوی الاف که خیلی بزرگه رو انقدی کنم و تستو بزنم. صبر کن تا آخرش بعد وایسی. پس گفتم گرمای نهان ویژه تبخیر الوی واحدش چیه؟ الوی ببینم این واحدش چیه؟ واحد این ژوله. واحد این چیه؟ این چیه؟ اصلا این امه چیه؟ این امه آقا این امه چیه؟ من یادم رفت. این امی که توی این فرمولا قرار میدی جرمیه که تغییر حالت داره. یعنی اگر من مثلا بریم ببینیم آقا وایسا برم صفحه خالی دوباره خودم برم صفحه خالی خودم. آها اینجاست. چقدر نقاشی قشنگ میشم نه؟ آها نیا کن. من اینجا یه ظرف بکشم برای اینا. یه ظرف. آها یه ظرف رو بکش برای من دیگه. بیا آها یه ظرف مایست. اینجوری مایست. بعد بر میدارم پایین حرارت میدم. نگاه حرارت بهش میدیم. درست. وقتی حرارت بهش میدم به چی میرسه؟ به نقطه جوش میرسه. وقتی نقطه جوش برسه شروع میکنه به تبخیر شدن. آقا صبر کن. این ام کلشه، من کلشو نمیخوام، که من فقط اون قسمتی رو میخوام که بخار شده. حالا بخار مثلا اینجوری نشون بدید، اون قسمتی که بخار شده رو من میخوام، یعنی اون ام کوچولو رو میخوام. آقا ما کلا دنبال ام کوچولو میگردیم. یعنی وقتی من مینویسم کیو برابر با مثبت، چرا مثبت؟ چون داریم گرم بهش میدیم.
ام ال وی. چرا ال وی؟ گرمای نهان تبخیر. این جرمیه که داره تبخیر میشه. اینو بذار. تو رو خدا اگه دیدی 10 کیلو بود گفت 200 گرمش تبخیر، تو همون 200 گرم رو بذار. به خدا همینه، هیچی نداره. اون تکنیکایی که تلویزیون دیوی داره اینه همه خالی بندی، همه دروغه. الکی باش نمیتونی تسل بکنی. چرا یه دونه تست چیز باشه؟ حتماً بقیه رو نمیتونی حل کنی. دلشون نشکنه. ها آقا وایسا، پس ما جرمیو قرار میدیم که قرار تبخیر بشه. آقا صبر کن صبر کن. الان چتو باز میکنم، عجله نکن. خب بیبریم آقا، بیبریم پایین، بیبریم پایین. اینجا بله. یه ذره بهش پایین، بله. خب پس ببین ما اگر بخوایم بهش گرم بدیم که اینجا بعد مثبت مینوشتم، چون داریم بهش گرمو میدیم دیگه، داره گرمو میگیره از ما، مثبت بنویسم، مثبتش نشون دهنده چیه که داره گرما میگیره در فرآیند تبخیر. پس اینجا اگه تو جزوه رو داری مثبتش کن که اشکال تایپی بوده. آقا این چیه؟ من واقعا بچه‌ها میدونن من از میعان خوشم نمیاد، اصلا از میعان، از تلفظ عینش خوشم نمیاد، ولی حالا یه کوچولی هم راجعش صحبت می‌کنم. یه ذره مثلا تبدیل گاز مایع رو میگیم میعان باش، گاز مایع میعان باش، بعد گرمازاست، بعد انرژی از دست بده، وارون عمل تبخیره، درست؟ و یه نکته اینجا نوشتم که نکته فوق‌العاده است. ببین من نکته که اینجا نوشتم میخوام اینجا بهت بگم. ببین نگاه قشنگ گوش کن. ال وی برای تبخیر یعنی چی؟ یعنی گرمای لازم برای تبخیر یک کیلو مایه همون گرمایی که ازش بگیری مایه میشه. یعنی ال وی گرمای نهان ویژه تبخیر و میعان یکیه. میبینی؟ با میعان یکیه، اینا با هم برابرن، همونطور که الف ذوب و تبخیر یکی بود. آقا میشه خلاصشو بگی؟ ببین من نکاتو کامل نوشتم، همه تو هیچ کتابی رو پیدا نخواهی کرد به جز کتاب فیزیک صد که تمام این نکاتو داشته باش. من تغییر فشار، تغییر ناخالصی رو همش توضیح دادم. اونایی که توضیح ندادم تو کنکورتو نمیاد، تو کتابتو بررسی نشده. من نمیخوام آزمون ورودی ارشد بدم. خب هر چی که گفتم همینه، خارج از این تو کنکور نیست. آقا نگاه کن من چیزی بگم. پس اگه بخوام خلاصش بکنم، حالا دوستایی که دارن نگاه میکنن، اگه بخوام خلاصش بکنم من میگم ببین قشنگ نگاه کن، میگه با خوب بنویس بیا. تغییر حالت، چون میخوام کم کم وارد حل تست بشم. تغییر حالت، وقتی راجع به تغییر حالت صحبت میکنم یاد اینا بیفتم، بگم کیو من میشه مثبت منفی ام ال اف. میخوام بگم خلاصش واقعا اینه. تو که وقت گذاشتی داری نگاه میکنی خلاصش اینو میگم، سوالاتو بپرس. یا کیو برابر با مثبت منفیه، مثبت منفیه، ببینم اینو پاکش کنیم، بله مثبت منفیه ام ال وی، درست؟ این ال اف برای ذوب و انجماد، این ال وی برای تبخیر و چیه؟ میعانه. گرفتی؟ بیدار شد دفعه لیزر میارم میزنم چشتون رو صاف کن. اینجوری که نمیشه که، یعنی بچه دراز کشه داره درس گوش میده. اینجا مثبت ذوب منفی انجماد، گفتم هر یه رو یه نره تو خونه بکش تا باعث بشه که چی بشه، همین داشتم که داره فیزیک میخونه. آقا اینجا نگاه، این مثبت مال تبخیره، این منفیه برای چیه؟ میعانه. خوشم نمیاد. آقا صبر کن صبر کن. ام چیه؟ انز کلام نوشتم. جرمیست که تغییر حالت میده، جرمیست که تغییر حالت میده. میخوام سوالاتو بپرسی تا میخوام برم سراغ مرحله بعد و شماره صفحه بعدو بیارم. و اینجا اوه اوه چه شکلی کشیدی، یه شکل درجه. آقا اینا تو کنکور میاد؟ بله همینا میاد تو کنکور. حالا خواهیم دید هر چی میگیم تو کنکور استفاده میشه. در یه سراسری بالای 85-86% مطابق جزء فیزیک صد. یعنی چی؟ یعنی انفجار. من دنبال بالای 90% در کنکور 99. خانم آجور چارتشون رو باز میکنی من ببینم؟ چت ها رو باز کنیم ببینیم که بچه ها سوال دارن، ما ادامه بدیم. اگه چتاشون رو باز کردی؟ ها نیستن؟ اوکی بلو. کسی نیست چتاشون رو باز کنن، سوال دارن. خب ابن عره، من اینو میگم تا حالا همکارا بیان تا چت رو باز کنن. اول اینکه خب این خیلی آشناست، خیلی
آسونه، خیلی پیش پا افتاده است. من میخوام یه چک کلی کنم دیگه، کم کم نگاه عجله شروع کنم به حل سوال. به خدا الان سوال حل میکنم، چند دقیقه صبر کن. اول اینکه این تغییر حالت آبه، حالا من این باعث روش بی ادبی سر کلاس توضیح میدم، الان نمیتونم توضیح بدم چون داره ضبط میشه، پس ما راجع به اون چیزایی که بی ادبی توضیح نمیدیم، قطعا بچه‌ها میدونن سیستم چیه. ببین من همیشه فرض میکنم یک مسیر مستقیم دارم، در این مسیر 4 پمپ بنزین وجود داره. پمپ بنزین اول یخ 0 درجه است، بعدی آب 0 درجه است. آقا یادت باشه اگر به سمت راست بریم، اگه به سمت راست بریم انرژی های گرمایی ما مثبته، اگه به سمت چپ بیایم انرژی های گرمایی ما منفیه. درست شد؟ گرفتیم؟ ساده. آقا نگاه کن، قشنگ گوش بده اینجا هم که آب 100 درجه است، اینجا هم بخار 100 درجه است. درسته؟ ما 4 جایگاه داشتیم. آقا نگی نه تکراری ها، به یاد میدم صرف کنتستش هست. مثلا من میگه آقا من یخ منفی 10 دارم، یخ منفی 10 اینجاست. چرا اونجاست؟ چون اینجا یخ 0، بعد آب 0، بعد آب 100، بعد بخار 100. آب 40 کجاست؟ اینجاست. مثلا اینجاست. آب 70 اینجاست. بخار 120، بخار 120 اینجاست. یخ منفی 4 اینجاست. یخ 0 اینجاست، کله یالوه. آب 0 اینجاست. بخار 100، بخار 100 اینجاست. آب 100 اینجاست. نگرش دارم. ببین من نوشتم اگر در صورت تست خاصی یخ منفی 5 رو که مثلا اینجاست به یخ 0 تبدیلش بکنی، چون دما داره عوض میشه از MC دلتا تتا برو. اگه داشتی یخ 0 رو به آب 0 تبدیل میکردی، چون دما ثابته تغییر حالته، چون داری به سمت راست میری مثبت MLF، وقتی داری برمیگردی منفی MLF. فوق‌العاده است. اینجا قسمت تغییر حالته یخ 0 آب 0. حالا صبر کن، عجل نکن. میگه میشه یخ منفی 5 رو به آب 40 تبدیل کنی؟ میگم بله. یخ منفی 5 اول بعد بیاد اینجا بشه یخ 0، یخ 0 باید بشه آب 0، بعد بشه 40 درجه که اینجاست. آقا باید تو این کله یارو توقف کنی، کلش مهمه، رو کله توقف کن. درست؟ یعنی اگر گفت میخوام 40 رو به بخار 120 تبدیلش بکنم، من چیکار میکنم؟ برو بابا 40 آب 100 بخار 100 بخار 120. اگه دما عوض شد MC دلتا تتا. دیدی؟ پس ببین اگه دما عوض بشه، اگه یه موقع دیگه داره دما عوض میشه MC دلتا تتا بزن. اگر داری بخار میشه داره تبخیر میشه MLV بزن. داری میری سمت راست مثبت MLV مثبت MLF، داری برمیگردیم، داریم برنگه همش منفی میشه، منفی 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 منفی. این برمیرم چیه؟ مثبت 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 منفیه. چرا منفیه؟ چون داره گرما از دست میده، گرما میگیره. آقا اینی که گفتی میشه با یه شکل بهم توضیح بدی؟ آقا صبر کن، اینجا MC دلتا تتاست، اینجا MC دلتا تتاست، با شکل بگو. من یه مثال بزنم، یاد باشه بچه‌ای که تو کنکوری هستی 11 هستی، تو بین شما یا 10مه، چون بهتره در نگاه میکنم چونی همچون ماته. سب کن عجل نکن، شجاعی اینجاست به دیاد نگاه کن، نکن. مثلا من مقدار یخ منفی 3 درجه دارم، میخوام بشه تبدیلش بکنی، میخوام به آب 80. خیلی خوشم میاد از این نکته داشته. حالا نگاه کن، یخ منفی 3 این بر بود، اول برو بشو یخ 0 باشه، شدم. بعدش چی؟ بعد حالا تغییر حالت پیدا کن، برو بشو آب 0، برو جلو بشو آب 80. چند تا فلش دارم ببینم؟ 3 فلش دارم. تغییر چیه؟ دماست. MC دلتا تتای یخو میزنم. تغییر چیه؟ تغییر حالته. یخ 0 آب 0. اون داره اونوری میریم بعد. مثبت MLLLLF. برو بعد چی میشه؟ میشه MC دلتا تتای چی؟ MC دلتا تتای چی؟ آب. کل گرماشو تو رو خدا بهم بگو، همه رو با هم جمع کن. اگه همه رو با هم جمع کنی توانش هم میتونی توان گرمای کل به روی زمان، ثانیه بذار، ژول بذار، وات بشه،
خیلی داره جذاب میشه، خیلی آسونه. آقا با این مسخره میتونی سوال حل کنی؟ بله تو میتونی سوال حل کنی. نگاه کن حالا یکم بزن برو پایین. آقا یکی دیگه بود مثلا بره تا بخارم بره بازیه بریم، یکی دیگه هم بود تو رو خدا بگو بریم جلو. آقا باشه نگاه کن نگاه کن نگاه کن، آب 30 درجه میخوام بشه بخار 130. او برو جلو برو جلو، آب 30 برو 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 تو کلاه کیا بودم کلاه تو مسی آفرین. آب 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 100 ای اینجا دما عوض شده، برو جلو برو جلو برو جلو. آب 100 آب آره آره نه 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 اینجا میشه بخار. بخار چی؟ بخار 100 درجه تغییر چی داره؟ تغییر چت باز آمرس تغییر چی؟ تغییر حالت داره. برو جلو برس به این نگاه، آب 30 آب 100 بخار 100 بخار 130. آقا چیزی تو چت ننویسی ها، هم بچه ها سوالشون پرسن. اینجا دما عوض میشه ام سی دلتا تتا آب، اینجا ام ام بگو بگو ام ال وی، چرا؟ چون داره تبخیر میشه. اینجا برو بغل برو بغل، ام سی دلتا تتا بخار همه رو با هم جمع کن. آقا من میتونم توان یک گرم کن رو پیدا کنم که این فرآیند رو داره انجام میده؟ بله شما میتونی. اینا هاش کیو کل همه رو با هم جمع کن تقسیم بر زمان کن. خیلی خوب بود، من تغییر شدم. من میخوام با این سوال حل کنم و من یه شکم برای توضیح بدم. خواهشم تو چت نری صدا قطع، اینا حوصله این کار چیزا رو ندارم. صدا قطع صدا نیست، نمیدونم ما کجاییم اینا. آقا اینجا نگاه کن، یه شک کشیدم برات، شک فوق‌العاده است. خب شک فوق‌العاده است، ازش عزیزم از اون چیزی که درس دادم هزار تا هزار بار برات توضیح میدم. یک تو کانال توی تا هفته بعد هزار بار برات حل میکنم، تو فقط نگاه کن تو مغزش بره، نگو نفهم. تو رو خدا بعد از 20 ثانیه میگه نه من نفهمیدم. آقا نگاه کن، صبر صبر کن، اینجا نگاه کن. ببین من تو این شگی نکته میخوام بگم. فرض کن یک ماده ای داریم دماش منفیه، من نمودار رو توضیح میدم برات. خب بعد گرما میدیم گرما میدیم دماش میشه صفر. این محدوده ای که داری میبینی گرمای لازم برسش به دمای صفر. بعد اینجا چه اتفاقی میفته عزیز من؟ با هم ببینیم اینجا چه اتفاقی میفته. تستو حل میکنم برات، من استاد حل تستم. خب الان بهت یاد دادم، نگاه کن اینجا رو. اینجا تغییر حالت. آقا چرا تغییر حالته؟ چون دما چیه؟ ثابته. یعنی من اینجا میتونم از MLF یا MLV استفاده کنم. اینجا داره دما عوض میشه، داره دما عوض میشه، میتونم از MC دلتا تتا صحبت کنم. اینجا دارم از صفر میرسم به چند؟ به 100 دارم میرسم. دما داره عوض میشه، اینجا چیه؟ MC دلتا تتا است. آقا اینجا چی شده؟ دما ثابته. وقتی دما آقا برو بابا، دما از کجا ثابته؟ دما اینهاش ثابت، اینهاش اینا، دما ثابته. از چی برم؟ از چی برم؟ MLV برم. دما ثابته چون اونجا دیگه دما داره میره بالا دیگه، نمیشه بخار، نمیشه بخار، یعنی MLV. آقا اینجا چی شد؟ اینجا چی شد؟ MC دلتا تتا. میبینید اینا شیباشون هم با هم فرق میکنه ها، راجع به شیباش توضیح میدم، نگران نباش. کمپین هم تستا رو شروع بکنم، تکنیک به تو یاد دادم، فوق العاده است تکنیک امروز تو یاد دادم، اینو که خیلی فوق العاده خواهد بود داخلش. اول من تست حل کنم این شکل، در ادامه توضیح میدم بیشتر برات که اینجایی که دما ثابته، اینجایی که شیب داره، تکنیک به علاوه و ضبطه رو به تو یاد میدم. صبر کن آقا، بیاریم تست رو حل کنیم. تست سرسن 95 در حد امتحانات داخلی مدارسه، بریم ببینیم. نوشته که آقا بر ماشین حساب بذار کنارا. آقا نگاه کن ببین سوال چیه، با هم حلش کنیم. تست اول، تست اول نوشته که اگر گرمای ویژه آب و یخ، پس اینی که داره الان من میده سی چیه؟ سی آبه. این چیه که من داده؟ سی یخه. درست. این کیه؟ این کیه؟ این گرمای نهان ویژه یه ذوب و انجماده. با هم بر چقدر کیلو جول گرما لازمه تا 200 گرم یخ چند؟ یخ چند؟ یخ چند؟ یخ چند؟ منفی 5 بشه آب 50. ببرین آقا چی داری پس؟ یخ منفی 5 داریم، میخوای بهش تبدیلش کنی به آب چی؟ به آب 50 تبدیلش کنم. سرسن 95 تجربیه، با هم بریم. یخ منفی 5 کله اول، چون کله اول، کله اول یخ 0 تغییر دما، برو جلو. یخ 0 آب 0 تغییر حالت، برو جلو برو جلو.
آب صفر، آب 50. درست شد. من سه تا فلش دارم. آقا بیا این فلش ها رو با هم بریم. با هم بریم چه جوریه؟ یه گرما این داره Q1. یه گرما این داره Q2. یه گرما این داره Q3. اگه همه رو با هم جمع کنی گرمای لازمه. این Q1ه. قشنگ گوش کن. Q1ه چیه؟ تغییر چیه؟ دماست. پس میشه چی؟ MC دلتا تتا. آقا لعنتی ها دلتا تتا این منهاینه. حالت دو من حالته. یعنی چی؟ صفر منهای 5. اصلا به سمت راست میره بعد مثبت در بیاد. پس نگاه جرمم چقدره؟ بگو ببینم جرمم چقدره. جرمم 200 گرم. 2/10 محاسبه فقط ریاضی. دو دهم ضرب در. آقا بگو ببینم 2100 ضرب در. تتا دو منهای تتا 1. صفر منهای 5. 5. آفرین. من الان حلش میکنم. چه جوری اینو با این بزن؟ 2 5 10 با 210 2100 تا انرژی میخواد. این یه دونه. یکی دیگه آقا، این چیه؟ این Q2ه. Q2 رو آقا برو، Q2 تغییر حالته، MLF. آفرین MLF. آقا عجله نکن، تست خفن دارم، نمیتونم از تست خفن حل کنم. اینجا میشه 2/10 ضرب در. آقا میتونستی از امشن فاکتور بگیر؟ بله، ولی من این کار نمی کنم. بریم جلو. این چنده؟ 335,000. اینو با این بزن، باشه اینم با این زدم. 2 تا 33,500. 2 تا 33,500 67,000 تومن. اینم 67,000 تومن. یکی دیگه هم داریم به عنوان Q3. Q3 هم اینجا دارم. Q3 آب صفر، آب 50 میشه MC 4200 دلتا تتا. تتا دو منهای تتا 1 میشه 50 تا. برو 42,000. حالا اینا رو بعد با هم جمع کنیم، به جواب برسیم. آقا نگاه 60,000 تومن 40,000 تومن. چقدر شد اینجا؟ 60,000 تومن 40,000 تومن 100,000 تومن 100,000 تومن 7,000 تومن 107,000 تومن 2,000 تومن چقدر؟ 9,000 تومن 109,000 تومن با 2,000 تومن 111,100 111,100. اوه چقدر یک داره، مسخره اون کرده. جول بزنم اینو؟ نه. چی گفت؟ کیلو جول؟ سه رقم بزن. اینهاش، مثل مرد اینجا بود، دیدیش؟ فوق‌العاده بود. بریم یکی دیگه. این سه تا کیلو با هم جمع کردیم. بریم جلو. آقا تست خفنش کن دیگه، اینا رو به درد من نمیخوره. الان برات حل می‌کنم. صبر کن. یکی دیگه کوچولو حل کنم، یه برای بچه کوچولو. ببین یا کن اینجا رو، نکن. قشنگ گوش بده. آقا بریم این سوال حل کنیم. سوال سرسر 88 مال 10 سال پیشه. تو کوچه ها نعره می‌کشیدی، دنبال بستنی می‌گشتی. اینجا این سوال در کنکور بود. حداقل کمترین یک یخ، یک کیلوگرم یخ منفی ده دیگه آب بشه. یعنی یخ منفی ده آب شه، حداقلش چقدره؟ میگم خب من یخ چی دارم؟ یخ منفی 10 دارم، میخوام دیگه آب بشه. حداقل، نمیخوام آب 60 بشه، آب 50 بشه، آب بشه. یعنی حداقل کمترین یخ منفی ده بشه یخ صفر. یخ صفر بشه چی؟ آب صفر. آقا نگرش دار، چرا ادامه نمیدی؟ میگه حداقل. حداقل یعنی دیگه آسون ترین حالت ممکن. اولین جایی که به آب رسید نگرش دار. نگرش داشت. خب آقا من نگرش داشتم. یکیو این داره، یکیو این داره، کنار همان سراسریه. آقا وایسا، کیو یک این چیه داره به سمت راست؟ تغییر، دماست. اینا هاش تغییر دماست. میشه ام سی دلتا تتا. دیدی؟ نگاه ام چقدر؟ به به، آخ جون یکه. سیم چنده؟ سی نهاشنا 2100. آخ جون زب در. خب حالا این منهای این صفر منهای 10 10 اینهاش 21,000 نوشتم. دم خودم گرم. برو جلو، آقا این چی؟ این چیه؟ Q2 یخ صفر، آب صفر. میخواد به هم تبدیل بشه. پس من کاری که میکنم، نگاه آیا وایسا همش تبدیل بشه؟ بله همش. چرا؟ همش آب شه. نگاه ام ال اف ام چه؟ آخ چون یکه.
آقشون از این محاسبه بار جلو 300 و 334 هزار، این که میتونه 334 هزار تومن، 21 هزار تومن، 355 هزار تومن، 355 کیلو ژول. درست شد؟ گرفتیم؟ 88 بود. ساده. بریم جلو، بریم جلو، برو جلو. سال آخر بپرس، آخر بپرس، برو جلو. آسمان اینا بود دیگه، رد شیم. آقا از این رد شد دیگه، برو جلو آقا. بریم ببینیم که صفحه بعد چیه. صفحه بعد، خب رسیم به صفحه بعد، همینه. آها اینه، بله. به این سوالی رسیدیم که محاسبه داره و میخوام یه چیز اینجا به تو یاد بدم. اول نگاه کن ببینیم محاسبه چجوری و چجوری باید این سوال حل بکنی. سوال چیه؟ مساحت دریاچه. باش یه دریاچه من برات بکشم. یه دریاچه است، مساحت رنگش میکنم برات اینجوری قشنگ. یه دریاچه است، خیلی قشنگ کشیدی. مساحتش یعنی آش. مساحتش چقدره؟ مساحتش 500 کیلومتر مربع. نگاه کن، 500 کیلومتر مربع. آها یادت باشه تو حل تست اول تبدیل باید کیلو چنده؟ 10 به توان 3، به توان 2 برسه 10 به توان 6، پس میشه 5 در 10 به توان این میشه 10 به توان 6. یعنی آره، چرا؟ چون کیلو 3 به توان 2 میرسه، بعد بشه چی؟ بعد بشه متر مربع عزیزم، بعد بشه متر مربع. خب این 6 2 0 10 به توان چند؟ 8. من این نگرش میدارم، اینی که من الان انجام دادم میشه چی؟ متر مربع مساحت. برو جلو. یخ 0 درجه، مقدار یخ 0 درجه. دیگه شلوغ بازی نکن. ضخامت، این یخ یه ضخامتی هم داره. آخ چون یه ضخامت ارتفاع رو برای چی داد؟ ارتفاع 10 سانتی، 1/10، 1/10 متر. یعنی اگه من این متر رو در این متر مربع ضرب بکنم به حجم یخه میرسم، به حجم یخه میرسم. پس یخی که من دارم اینجا، من یخی که اینجا دارم که یخ چیه؟ یخ صفره، آماده ذوب شدنه. درست؟ میخوام بهش گرمدم. یه دربار چند میگا؟ میگا 10 به توان چند بود؟ 6 6، پس 9 چند بود؟ آه گیر بود. آقا باره جلو، باره جلو. یخه چی بشه؟ ذوب. ذوبش کن. میخوام اینا ذوبش کنم. مگه نمیخوای ذوبش کنی؟ خب من به من گفته، شجاعی بهم گفتش که اگه میخوای ذوب بکنی QMLF، M جرمیه که میخوای ذوب. آقا من M ندارم که. چرا M داری؟ ایناش قشنگ نگاه کن، نگاه کن. M برابر میشه با رو وی. M برابر با رو وی میشه. این چیه؟ جرمی که چی میشه؟ ذوب میشود. جرمی که ذوب میشوده. درسته؟ حالا نگاه کن، کورو اینه، واحدش درست نیست. به خدا از اول دبستان، از پیش دبستانی تو گوشت گفتن اینو ضرب در هزارش کن، تو رو خدا، تا بشه چی؟ کیلوگرم بر متر مکعب. پس میشه 900. برای چی؟ برای اینکه میخوام تبدیلش بکنم به کیلوگرم بر متر مکعب. شد 900 ضرب در وی. وی چیه؟ وی آ اچ. یعنی مساحت ضرب در ارتفاع. مساحتش کو؟ مساحتش اینهاش، یعنی اینکه 5 در 10 به توان 8 ضرب در ارتفاع که 1/10. پس یعنی این با یه دونه اینا میره، یعنی میشه 45 چند؟ 45 ضرب در چند؟ 45 ضرب در 10 به توان چند؟ 10 به توان 9. این شو جرم یخی که تو میخوای ذوبش کنی. پس جرم یخی که میخوای ذوبش کنی اینه. آقا گزینه‌ها رو نگاه میکنم، ترسیدم چجوری حلش کنم، دوچار وحشت شدم. میخوام بلندشم جلسه کنکور رو ترک کنم دیگه. میگم نه، صبر کن، عجله نکن. من میگم گرمای لازم برای ذوبش میشه MLF. اوه 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 اوه، چه محاسباتی شده. آقا من ماشین حساب ندارم، ماشین حساب نمیخواد که بیا. M چنده؟ 45 ضرب در 10 به توان 9 ضرب در LF کو. کار من خراب کرده LF. نگاه کن، چاره نیست. 336، ولی چیه؟ کیلو ژول. 3-0 هم من میذارم. بعد دفتر شدیم. آقا میشه با گزینه بریم؟ نه نمیشه، گزینه ها شایی به همه. آقا نگاه کن، یعنی میشه 45 ضرب در چند؟ ضرب در؟ رفته 3-0 اینجاست، 10 به توان 9 تا هم اینجاست. یعنی چند؟ یعنی 10 به توان 12. عزیزم ببین انجام بده، دقت کن، من هیچ وقت این دوتا رو در هم